صبح بخیر. صبح بخیر. چه خبر؟ مشکلی نیست؟ نه، کنترل روزانه است. برای صالح مرجانی چی شد؟ بارگیری به موقع تموم شد. دیشب راه افتادن. کاپیتان بیرجان بابت این حمل و نقل از مرخصیش گذشته. من فکر میکردم تو خبر داری. آقا منیر اینطوری گفت. شب قبلش مجبور شدم که ترتیب کارا رو بدم. برای اینکه کار اینجا لنگ نمونه بیرجان رو خبر کردم. من که چیزی نگفتم. خبر داشتم. بعدم با آقا منیر حرف زدم. آها. خیلی خوب، پس مشکلی نیست. موفق باشی. ممنون. راستی بابت گل میخواستم ازت تشکر کنم. آقا منیر گفت. کدوم گل؟ امیدوارم خودت نبرده باشی. واقعا متوجه نشدم چه گلی؟ گلی که از طرف من بردی یاشار. اوزار خوب به هم ریختی. کارت خیلی خوب بود. بذار بدونن دورو برشونم. آقا منیر فکر خوبی کرده. گلا رو خودت بردی خونه؟ خونه نه، رستوران. من نبردم، دادم گل فروش برد. رستوران؟ آره. این رستوران کجاست؟ نزدیک خونه شونه؟ نمیدونستی مگه نه؟ از زیر زبونم کشیدی. خونه شونو میشناسم جانم، تو گوکسو. رستورانم همون طرف هست. من نمیدونم. یاشار کاپیتان، نگران نباش. به آقا منیر نمیگم که به هم گفتی. مصطفی، ما که هممون کنار همیم، چرا هول ورت داشت؟ تو وظیفتو انجام دادی. میدونم، ولی اگه آقا منیر بفهمه من بهت گفتم. نمیفهمه، نگران نباش، بهش نمیگم. تو هم نگو. حالا این رستوران کجاست؟ تو گوکسو؟ اون طرف هست. بالاخره شنیدم. کند ذهن بودنم و از زبون اون شنیدم. بالاخره. داداش جون. هرچی تو دلش بود گفت. خودم هم میدونستم منو دوست نداره. اون همه بهش گفتم. گفتم تکرار نشه. خب چرا با اون آدم حرف میزنه؟ معلومه یه خبرایی هست. خودم هم شنیدم. با گوشای خودم شنیدم. مراد چی میشه؟ از مدرسه نبرتش؟ نه نه. زنگ زدم بهشون گفتم. گفتم غیر از من به کسی تحویلش ندن. این یکم دیگه هم میرم میارمش. کریم میشه تو بری؟ محض احتیاط پیشمون باشه. باشه، من میرم. نه الان نمیاد. نمیاد، جشن تولد دوستشید. باشه، تو خیالت راحت باشه، یکم دیگه میرم دنبالش. بچه‌مو نمیاد. نگران نباش، جایی نمیره. یکم قدم میزنه، عصبانیتش میگذره. میگم من بیرونش کردم مریم خانم، من بیرونش کردم. دیگه کسی به اسم مقدس برای من وجود نداره. باید به آقا کادیرم بگی. بگیم طلاق میگیره، هر کاری که میخواد بکنه. به خاطر اون نه، ما رو برای شهادت خواستن. راهمی مقدس من. قبل از اینکه راهمی بیا تلفنی داشتیم حرف میزدیم. آقا کادیر زنگ زده بود. هفته دیگه باید بریم ازمیر. هر سمون. قبلش هم راضی نبود بیاد شهادت بده. حالا دیگه اصلا نمیاد. طاقت نیاوردن فاطمه گل. حالم بد شد. اگه حرفاشو میشنیدی ها؟ نه داداش، من که چیزی نگفتم. اگه نمیخواد نیاد. حالا صبر کنین تا اون روز معلوم نیست چه اتفاقاتی میفته. موبایلش هم انداختم تو آب، دیگه نمیتونیم بهش زنگ بزنیم. خودش زنگ میزنه، به خاطر مرادم شده زنگ میزنه. من دیگه همچین چیزی ازش نمیخوام. خیلی خوب، فعلا چیزی نگیم. دادستان احضارش کرده، مجبوره بیاد. من باید بهش اطلاع بدیم. من برم دنبال مراد. میبینی؟ بازم به خاطر من تو درد سر افتادیم. اینطوری نیست. تو حرفاتو میزنی مریم جونم، همینطور. ما احتیاجی به شهادت دادن اون نداریم. کسی به اسم هاجر اوواجیک میشناسی؟ نه نمیشناسم. کریم، تو کسی به اسم هاجر اوواجیک میشناسی؟ طرف یاشارانا. نمیدونم هاجر اوواجیک. هاجر اوواجیک کیه؟ واسه چی میپرسی؟ یاشارانا اونو شاهد معرفی کردن. گفتم شاید از ایلدیر باشه، ممکنه از رستامون باشه. نه من همچین کسی رو نمیشناسم. منم نمیشناسم. منم طرف اوناست. اما کیه؟ یعنی تو دادگان چی میخواد بگه؟